سلام به همه شما دوستای عزیز، من الان هوب هستم و با یک ویدیوی خیلی خوب 0 تا 100 آموزش کاراکتر دیگه اومدیم خدمت شما. خب توی این ویدیو در کنارتون هستیم با آموزش 0 تا 100 اولا، ببخشید چیز فینیکس فاکس به قول محمد رضا، همون تایناری خودمون بهتر بگم. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. تایناری مدیر سختگیر رنجرهای جنگل و همچنین استاد کالی. اون ترجیح میده توی جنگل‌های دورافتاده زندگی کنه تا بین دیوارهای درخشان آکادمیا بخواد گیر بیفته. اون آدم خیلی توانمندی و تعداد زیادی از افراد آکادمیا اون رو دعوت میکنن که برگرده به آکادمیا، ولی اون ترجیح میده که توی جنگل ول بچرخه. اون اطلاعات خیلی زیادی در مورد حیوانات و گیاهان مختلف داره و علاقش از وقتی شروع شد که توی کودکی یه کتاب مربوط به قارچ‌ها خونده، احتمالاً قارچ‌هاش سمی بودن. اون توی جنگل مشغول مراقبت و ایجاد تعادل در اکوسیستمه، چون که اکوسیستم مثل اینکه ارزه نداره خودش رو بالانس کنه، ایشون باید دستمالی کنه. اون توی کارش خیلی سختگیره و تحمل آدمای احمق رو نداره، اما برای دوستاش خیلی دلسوزه و همه تلاشش رو میکنه تا بهشون کمک کنه. تایناری از نژاد خاصی از آدم‌ها به نام والیوبل شونا هست. به خاطر همه ویژگی خیلی نسبت به آب و هوا و باد و رعد و برق و کلن چرت و پرتا حساسه. با اینکه اجداد اون توی کویری زندگی میکردن، ولی تایناری به دلیل خز سیاه رنگی که داره خیلی تحمل گرمای کویر رو نداره و زودتر تحت تاثیر گرمازدگی قرار میگیره. و این یکی از نقاط ضعفشه. خب اوکی دیگه، تو کویر هم داره زندگی میکنه. با این حال دوست صمیمی ساینوه، ولی از جوکای ساینو اصلا لذت نمیبره و بهش گفته که جوکات خیلی خجالت آورن، مرد به خودت بیا. خب ببینید اولاق، چیز تایناری کارکتر آنفیل دی پی اس، خب، و کل حالا سورس دمیجش هم روی چارج اتک زدنشه. خب حالا شما چجوری میتونید دمیج بوستش کنید؟ خب کاراکتر دندرو دیگه، کاراکتری که دندرو باشه و مثلا حالا قرار بشه دمیجش بوست بشه، یا بعد یه ریاکشن دندرویی خوب بزنه که مثلا بوست بشه، مثلا هایپر بلومی کوفتی زهرماری چیزی که این نمیتونه این کارو کنه چون خودش دندرو الکترون نیست، یا که دیگه نهایتا باید بوستش کنید که بوست کردنش از چه طریق، از طریق اسپرید. اسپرید هم که خودتون میدونید اگه دندرو الکترو با هم دیگه ترکیب بشن یک عملی به اسم کویکن رخ میده. حالا اگه اون کویکن دوباره روش الکترو پیاده شه که میشه اگریویت، اگه روش دندرو پیاده بشه که مالا دندرو برای روش پیاده کنیم میشه اسپرید، که اسپرید دمیجش رو حالا بوست میکنه. حالا بر چه طریق؟ بر اساس المنتال مستری طرف، که الان مثلا اینجا دمیجش تقریبا 100% افزایش پیدا میکنه با حدوداً 300 المنتال مستری. خب حالا بریم با هم دیگه اول کیت این کاراکتر رو داشته باشیم ببینیم چه جوری عمل میکنه. خب نورمال اتکش چی میگه؟ نورمال اتکش که آقا چارت اتک سادهش هیچ چرت و پرت محض، هیچ چیز خاصی نداره، اصلا نورمال اتک چارج نورمال نزنین باهاش کاملا. بعد میام سراغ چارج اتک، پرفورم مور پرسیز ایم شات ون اینکریز دمیج. خب حالا داره میگه دمیجش چیز میشه، شرطش عوض میشه. لولیه چارج اتکش، لول 1ش فایر اف ان ارو carrying the power of the flora that deal dendro damage. میگه آقا اولین شارژشو بزنی، مثلا شارژ لول 1 رو بزنی، یه شات اروی دندرو میزنه به انمی. حالا بذار من اینو تصویری بهتون نشون بدم. آقا این الان بزنی دندرو، خب الان آقا این که فیزیکاله اما این باشه دندرو. خب حالا در ادامه داره میگه لول 2 چجوریه. Fire up an Varet arrow that deal dendro up to hit Varet arrow will create 4 کلوستر بلوم نیفهم ارو دت ویل ترک داون نیر بده انمی اوتوماتیکلی اند دیل اند دنو دمیج. خلاصش چی میگه بذار اینجوری بهتون میگم، شما اگه چارج اتک 1 رو بزنی که همینه، اما اگه چارج اتک 2 رو بزنی ناکن وای میسه این میشه که یه حالت گل جلوش در میاد. خب اگه اینو بزنه ببینید بخوره 4 تا چیز بلند شد رو هوا خورد رو زمین. حالا این اگه انمی نزدیکتون باشه این میخوره به اون انمی ها، تعدادشون زیادش پخش میشه و ولی هر کدوم یکی میخوره، اگه یه نفر باشه هر چهار تا میخورن به یکی. حالا دمیج اسکیلینگ رو یه دقیقه نگاه کنید که ببینید به چه صورته، که چرا میگم کل مین دمیجش از این سمته. ببینین این ورث اروه همونی که وقتی شکل گل میشه میزنه که 130% دمیج میزنه، اما 4 تا 58% ما توی لول 7 متاسفانه این لولش رو ببرین بالاتر همینجوری دمیجش هم اسکیلش زیادتر میشه قاعدتا. 4 تا حدودا مثلا برای من 60% که میشه 240% این 4 تا دمیج میخوابونن روی صورت انمیتون. خب این از این، خب خیلی چیز اوکی هم هست. حالا بریم سراغ المنتال اسکیل این کاراکتر. ببینین
اسکیلش حقیقتا تنها فایده‌ای که داره اینه که الان می‌بینیم چیکار می‌کنه. Tinary Truths and Vijnana Storm Heart Ahead That Dealt AoE Deal Damage. یه چیزی به اسم Vijnana Storm Heart پرت می‌کنه جلوی خودش یا تو صورت انمی که یه AoE دین رو دمیج می‌زنه. حالا میگه ساختن این Vijnana Khanda Field نمیدونم هر کوفتی است. یک حالت مرموزی رو به عنوان ایلوژن یعنی توهم سازی میکنه برای شما که تاونت میکنه انمی های اطرافتون رو. فارسیش چی میشه؟ یه حالت کوفتی پرت میکنه تو صورت انمی، اون کوفته میترکه، یه دایره ای میندازه. بذار من این کوفتو بندازم. این کوفته، خب این دایره رو میبینین؟ توی این دایره انمی قرار بگیره، اول که بخوره همینجور توی این ناحیه دمیج میزنه. انمی هایی که توی این دایره هستن تاونت میشن سمت این و دیگه به شما حمله نمی کنه. این خاصیت مثبتش. حالا ببینید در مورد میگه به علاوه اینا تایناری ما یه دونه کوفتی رو میگیره، افکت کوفتی رو به اسم سافین نایفم چی میگیره که decrease the weather's arrow charging time by 2/4 ثانیه داشته باشه. حالا این wrath arrow charging کدوم بود؟ ما الان charging هایی که داشتیم رو نها کنید. این wrath arrow level 2 ورت ارو، خب حالا نکن چند ثانیه طول میکشه؟ 1 2 3 حدودا 3 ثانیه طول میکشه تا این چارچ ما بخوایم همچین شاتی رو بزنیم. خب این داره برمیگرده میگه تا 2/4 ثانیه من ریدیوس میکنم تایم این چیز تو، یعنی تایمشو کم میکنه که سریعتر بتونی چارج اتک بزنی. و این افکت برای 3 تا شارج اتک لول 2 بعدی شما اپلای میشه. دیگه چی میخوای بهتر از این؟ حالا نکن اسکیلو که میزنی این بغلشو میبینی 3 تا کوفت اومده، 1 2 3. اگه دقت کرده باشین ادیتور روی صفحه بهتون نشون میده من اینو میزنم 3 تا میان. خب هر دفعه شات میزنم یکی از اینا مصرف میشه. خب بعد بعدی رو دیگه بعد همینجور 2 ساعت وایسی تا چارج. خب حالا ببینیم بقیه چیزاش چیه. این sufficient duration همونیه که تاونت میکنه انمی ها رو، یعنی تمام مدتی که، یعنی عملا آپ تایم 100% داره تاونت شما براتون، خیلی چیز خوبیه. این اسکیل بیس دمیجشه که اصلا مهم نیست واقعا چون دمیج آنچنانی هم نمیده. duration اون فیلدتون هم که من میذارم میمونه دند رو اپلای میکنه رو انمی هم 8 ثانیه است. خب elemental burst این کاراکتر چیز جالبیه. داره میگه که یه سیدی رو مصرف میزنه، یه مواد میزنه بدن خدا که 6 تا یه کوفتی رو شلیک میکنه که can track opponent and deal dendro damage. dendro damage نه ایوی dendro damage after they hit. حالا دوباره همون کوفته will create a secondary wave of it. از اون دوباره کوفتا that can also track nearby enemy dendro damage on hit from charges. خب دمیج اولیه میزنی بعد 6 تا کوفت بلند میشه رو هوا، بعد 6 تا میخوره تو سر کله انمی، هر کدومشون 73% دمیج میزنه. حالا اینا خوردن دوباره بلند میشه رو هوا، زارت میخوره تو سر انمی، راند دوم 90% میزنه، این سکندری است، دمیج خیلی خفنی داره. خب پسیو ترن تا اولش افتر تاینری فایر اند وادر ارو، یعنی چارج اتک لول 2 رو زد، المنتال مسترش 50 تا زیاد میشه برای 4 ثانیه. 4 ثانیه بسشه دیگه، چون که خب چارج دگاش تون تون تو اون تایم میزنه. بعدی به ازای هر یه دونه پوینت المنتال مستری تاینگناری چارج اتک و فاشیون تالنتیو شافت همون مال برسته دمیج 0.06% افزایش پیدا میکنه که ماکسیموم هم این مقداری که میتونه افزایش پیدا کنه 60% که بعد 1000 تا المنتال مستری داشته بدونی که اصلا نمیصرفه این کار انجام بده، چون مال المنتال برستتون شما بیشتر دمیج داره چارج اتکتون نه المنتال برستتون، یادتون نره. پسیف ترنت بعدی آقا لیکول لوکال چرت و پرت های مال سومرو رو بهتون تو مینی مپ دست میذاره. الان ناکم اصلا اینجا مینی دست، این زوم کن ادیتور تو این دست، من برم بالا سر این دست. ببین پدیساره ها رو الان داره من نشون میده، خب دست بعدیمون رفت اونجا. اینا مثلا لوکال های مال سومرو هن دیگه، مثلا نمیاد بهتون چه میدونم سیب و بری یا این چرت و پرت ها رو نشون بده. خب ایمول از کل تالنت های تاینری بریم سراغ کانسلیشن های این کاراکتر. ببینین یک نکته خیلی مثبتی که تاینری داره جزو کاراکترهای استاندارد البته بخوایم حساب کنیم، بقیه کاراکترها رو زیاد
در نظر نمیگیریم توی این مبحث. توی کارکترهای استاندارد تاینری میشه گفت تنها کارکتریه که تمام کانسلیشن هاش دی پی اسینگش رو بی نهایت تقویت میکنن. حالا بریم نگاه کنیم. تاینری چارج اتکس کریت ریت اینکریز بای 15%. کریت ریت چارج اتک های تاینری 15% زیاد میشه. خیلی خوبه. خب کانسلیشن دوم چی میگه؟ داره میگه که زمانی که تاینری اسکیلو زد و انمی اونجا بود که خورد بهش و حالا اون انمی توی فیلدش باشه، تاینری 20% دندرو دمیج بونس میگیره تا که برای 6 ثانیه و این یا زمانی تموم میشه که المنتال اسکیلت رفت، خب زمانش تموم شد که خب 6 ثانیه میمونه، یعنی تا لحظه آخرم اگه انمی تو باشه 6 ثانیه بیشتر داری همچنان اینو، یا که انمی توی فیلدت دیگه نباشه، پس در نتیجه شما توی فیلدت فایت بده. اینم یادت نره که خودش تانت میکنه، اصلا انمی تو اون فیلد هست، نیاز کار خاصی هم انجام بدی. خب کانسلیشن بعدی 3 لول برای المنتال برستش اگه اشتباه نکنم. بله 3 لول روی المنتال برست اینه. خب این اشتباهه، اگه نرمال اتک میداد خیلی بهتر بود چون که المنتال برستش اولویت دومه. خب توی تالنتاش همه رو بهتون گفتم، تالنت لول آپش هم درسته همین چیزی که هولیورس گفته، حالا این دیتا رو بر اساس پلیر گذاشته، اول نرمال اتک، بعد برست، بعدش المنتال اسکیل. تو المنتال اسکیل لول آپش نکردین اصلا مهم نیست. خب اینجا 3 لول روی المنتال برست میده که خب خوبه، ولی بهتر بود مثلا میومد 3 لول روی نرمال اتک میداد، ولی خب نمیده استاندارد دیگه، توقع چی دارم من. خب کانسلیشن بعدی داره میگه زمانی که المنتال برست شما شلیک شد، خب همه ی پارت ممبرهای شما حتی یعنی خود تاینری 60 المنتال مستری میگیرن برای 8 ثانیه. حالا اگر دوباره این تالنت تریگر شد زمانی که داره تریگر میشه، یه ریاکشن بزنه، اسپرد، کویکن، بلوم، برنینگ، هر ریاکشنی از اینا رو بزنه، المنتال مستریشون یه 60 تا دیگه هم افزایش پیدا می‌کنه، یعنی 120 تا المنتال مستری میدن که خب این هر دفعه که شما برست بزنید رفرش بشه که خب خیلی چیز موادیه. بعد این سلور روی المنتال اسکیله که حقیقتا فایده نداره، ولی خب دیگه کانسایه که اسکیل لول اپ می‌کنن. آها این خیلی مسخره است. کانسلیشن نهایی یعنی کانسلیشن ششم تاینری داره میگه که چارج اتکاتون 1 ثانیه تایم، 1 ثانیه دیگه 9 دهم دیگه 1 ثانیه حساب کنیم، 1 ثانیه چارجش کم میشه، یعنی عملا شما زمانی که بیاین اسکیل بزنید و کانس 6 داشته باشین، چارج اتک تو اصلا دیگه نمیره توی انیمیشن که بخواد چارج شه، اسکیل چارج چارج چارج، یعنی ناکم عملا به این صورت میشه. یعنی الان ناکم من با اسکیل وقتی میزنم میبینی 1 ثانیه وایسم تا این چارج بزنم، خب اما اگه اونو داشته باشم، یعنی کانس 6 داشته باشیم، 3 ثانیه صبر کنیم، بدین صورت میشه تموشت. یعنی الان ستاش همینجا مثلا چارج اتک میخورد به جای اینکه نرمال اتک بخوره. خب اینم از کانسلیشن ششمش. و در ادامه داره میگه که چارج اتکه 1 دونه اریتیشنال از این کلاستر بلوم چرت و پرتا ارو شلیک میکنه که 150% اتک تاینری داره دمیج میزنه. اینم از کانسلیشن های تاینری و بدون معطلی میرم سراغ سلاح این کاراکتر. خب ببینید سلاحش خیلی چیز راحت و اوکیه، حقیقتا میخوام بهتون توضیح بدم. برای سلاحش شما بست این اسلاتتون سلاح خودشه که میشه هانترز پت، اگه اشتباه نکنم اسمش، حالا تو میرو صفحه دیگه قطعا براتون هانترز پت سلاح خودشه که خب بهترینه براش. بعد از هانترز پت سلاحهای پولار استار، آکوا سیمولیک لاکرا و دی فرست گریت ماجیکی که مثلا من دستش دادم، یعنی این دوتا، یکی از این دوتا سلاح بهترین سلاح هاشن. بعد از اینا میتونین الژی آف دی اند بهش بدین به خاطر المنتال مستری که داره به تیمتون میده و حالا دمیج آوتپوتتون رو بهتر و قوی تر میکنه، آپشن مناسبیه. یا دیگه هر کدوم از سلاح های 5 ستاره کارو در میارن نسبتا، حتی اسکایوارد هارپ، حتی این مصبو چارج اتک رو یک مقدار تقویت میکنه، خوبه ولی در حد اینا خوب نیست. پس اینم از سلاح های 5 ستاره. حالا توی 4 ستاره ها ببینید سلاح کرافتی مانستات که اسمشو دقیق یادم نمیاد، فکر کنم پروتوتایپ کرسنت بود اگه اشتباه نکنم، ادیتور میاره دیگه رو صفحه، همون اون خیلی اوکیه، اون نبود هامیومی خیلی اوکیه، ولی چون شما توی روتیشنتون برس قرار بزنید پایوریتی بالاتری داره نسبت به این، اولویت بالاتری داره تا هامیومی.
دیگه بعد از اینا مثلا این سلاح وینبلوم اود اگه داشته باشین چیز خوبیه. این سلاح هم سلاح ایونتیه، سلاح خیلی خوبیه اگه توی ایونتش بوده باشین، سلاح موادیه برای یارو داشمون. دیگه همینا، حالا چیزایی که میتونید استفاده کنید روی تاینر. بریم سراغ آرتیفکت. خب ببینید توی آرتیفکت شما دو تا راه دارین، یا دیپ فود یوزر تو تیمتون دارین یا ندارین. اگه دیپ فود یوزر ندارین ترجیحاً رو خودش دیپ فود بذارین که بتونه راحت‌تر دمیج بزنه. اما اگه سام هاو دیپ وود یوزر داشتید، اون موقع شما چیکار میکنین؟ روی این دو تا آپشن دارین، یا چارست واندرر میذارین یا که چارست گیلدد میذارین. حالا اولویت واندرر بالاتره چون که دمیج ازوت بیشتر رو میزنه بر اساس دیتاهایی که من مطالعه کرده بودم. حالا زیاد نیاز شما بیفتن دوباره مطالعه کردم، من دارم جوابتون خیلی راحت میدم. و دیگه نهایتا هم همون گیلده داره میتونیم بذاریم. حالا توی چه چیزی بذارین روی کجا کریت بعد بذارین این قسمت، حالا کریت ریت یا کریت دمیج بر اساس بالانس کردن استتتون. دندرو دمیج چون کاراکترتون دی پی اسه، المنتال مستری ترجیحاً مگر دو شرایط. شرایط شماره 1 کانس 6 داشته باشین که اتک میذارین. شرایط شماره 2 سند المنتال مستری خوب نداشته باشین که سند اتکتون رو میذارین روش. خود یه اولویتی که چه چیزی بذارید روی حالا زیرشون حساب استت ها، کریت ریت و کریت دمیج، المنتال مستری، بعدش هم یک مقدار اتک و انرژی ریچارج تقریبا دیگه میشه گفت. خب اینا اولویتی که روی این کاراکتر باید داشته باشه. انرژی ریچارج مورد نیاز این کاراکتر حقیقتا هیچیه، چون که کاستش که 40 تاست. خب مثلا بوز چارج میشه، از اون برم کول داون این 8 ثانیه است، از اون برم کول داون این چیز اوکیه، زود برمیگرده، 12 ثانیه زیاده ولی پارتیکل خوب تولید میکنه. و از طرفی شما اکثرا توی دوتا الکترو این تیمو ران میکنین، در نتیجه الکترو رزونانس دارین، پس پارتیتون پارتیکل زیاد تولید میکنه بای دیفالت، نیازی اصلا به انرژی ریچارج بالایی ندارید. اینم از آموزش‌های کلیش. حالا بریم سراغ گیم پلی این کاراکتر که مقدارتون توضیح بدم، میریم سراغ این دومین. خب من حالا میخوام کنار این کاراکتر یه دونه دیپ فود یوزر بیارم بذارم، برای همین این پارت رو ران میکنیم. کازوها که صرفا اون وسط هست، یعنی میتونستن کازوها هم نیارم، این کازوها برای فیشله الان که داره دمیج فیشل رو بیشتر میکنه. ببینید شما خیلی شیک میان کل روتیشن تیمتون رو میزنین. خب بعدش که من رو تاینری اسکیل برست، چارج اتک، چارج اتک، چارج اتک، که ببینید هر کدوم داره خدا تا دمیج زد تو سر کله اینه، دوباره روتیشن تیم برمیگرده، اسکیل برست، چارج اتک، چارج اتک، چارج اتک، که نخورد اون یکی انمیاش هم الان کجا بودن؟ آه تو اینجا هنوز آخه. خب ببینید الان مثلا یه دونه انمی مونده، من این خیلی چیک میزنم بهش، اینم مال این اسکیل، چارج اتک. ببین این بلوما میرن رو هوا، هر کدوم 21000 تا دارن مثلا دمیج میزنن، دمیج اوتپوت خیلی خوبی داره. حالا اگه شما احیانا خیلی خواستین پرفکت گیم پلی برین، به جای اینکه بیاین اسکیل برس بزنید بعد برین چارج اتک زدن، این دیگه خیلی پرو پلیر و باید خیلی سریع باشین که این کار رو انجام بدین. اسکیل میزنی سریع چارج اتک میزنی، بعد برس میزنی، بعد شروع میکنی چارج اتک زدن، و باید حتما حواست باشه که پارتیکل هایی که اسکیل داره برمیگرده رو برس رو زده باشه که این پارتیکل ها رو جذب کنی. اینم از گیم پلی کلی این کاراکتر. بریم سراغ تیم کامپ های تاین. ببینین به طور کلی تاینری تیم کامپاش به این صورته که شما دو تا الکترو نهایتاً باید داشته باشه، یه دونه الکترو که خیلی تونتون اکتیو کنه خودشو، اگه یه دونه قرار داشته باشه یا امیکو حقیقتاً شاید باورتون بشه بهتر گزینه است. خب که من ندارم. از طرف فیشل یکی از کاراکترهایی که تقریباً میتونیم بگیم تو خیلی از تیم‌های تاینری هست. حالا کسای دیگه‌ای که میتونن اینجا باشن، یاو یاو که دیپ بود بیاره اینجا استفاده کنه، بچه‌ها مصرف کنن و کارشون رو انجام بدن که جای یاو یاو میتونن واژو بزنن همونطوری که من گذاشته بودم. بعد کاراکتر آخرتون بعد الکترو دوم باشه که حالا مثلا چون که من ندارم الان کسی که مثل کاری که داش خوبمون یا امیکو میکنه انجام بده رو، مثلا من دیگه بیدو میتونم بذارم جاش، خیلی بهتر نیست ولی خب از هیچی بهتر.
اینم مثلا میتونه بایجو باشه اگه لول اپش بخوایم بکنیم. این یکی از تیمای خوبیه که دارین. البته جای این یایمیکو بزنین خیلی بهتر میشه قاعدتا. این یکی از تیمای خیلی خوبیه که تاینری داره. دیگه تیمایی که داره چیه؟ تیم دومی که داریم این تیمه که میشه کوکی شینوبو که اینجاست، خود تاینری، فیشل و کازوها. حالا چرا این تیم و چجوریه قضیهش؟ کازوها کلن داره دمیج های فیشل رو اینجا باف میکنه مثل سه. خب بعد از اونم فیشل تونتون داره چیز میکنه، یعنی چون که این دوتا الکترو دارن میزنن، الکترو دائما رو انمیه، در نتیجه تاینری تمام اونجا تونتون اسپرداشو میزنه و این تیم هم تیم خیلی قویه حقیقتا. اگه اینجا میخواین تیم رو ران کنین ترجیحا روش دیپ بود بذارین و یعنی دمیجتون یک مقدار میاد پایین تر. یه تیم دیگه ای که داریم تیمیه که جانگلی رو میان در اینجا دخیل میکنیم، چون که چارج اتک اینترابت میشه دیگه قاعدتا، که میشه جانگلی، تاینری، فیشل و ناهیدا که دیپ بود یوزرمون ناهیدا این وسط قاعدتا و روی تاینری دوباره میتونین هر کدوم سیدایی که قبلا بودن رو استفاده کنید. خب اینم از کل تیم کامپ هایی که جناب آقای تاینری ما داشت. امیدوارم که حالا آموزش کاملی بوده باشه، یاد گرفته باشیم و این خره چیز فینیکس فاکس و ممرز فوشمون نداره و بیاین استفادهش کنیم و ازش لذت ببریم و با بازی کردن باهاش کلی حال کنیم. خب جا داره بهتون اعلام کنم که کاراکترهای جدیدم قطعا میذارم، نیست که نذارم، فکر نکنیم من یادم رفته فلان اینا. کینیچ لول 70 این 90 شد ویدئوش میاد مستقیم، ترنتش هم تقریبا فارم شده، نهایتا یه دو سه روز دیگه کار داره. از سمتی هم کاچینا رو حالا این خیلی کار داره ولی خب 4 ستاره است، درنچه اهمیتش اونقدر بالا نیست، یکم میذاریمش تعلیس ولی اینم اوکیش میکنیم. از سمتی دهیا و مولانی هم هستن که اینا رو دیگه داخل اکانت بچه ها میام براتون اوکیشو میکنم و درنش آموزش های کاریترهای جدید و سریع تر میذاریم، کاریتری که نزاشتیم رو سریع میذاریم، همه کاریتر رو اوکی میکنیم، میره به زودی دیگه برنامه اوکیه و روی برنامه قراره کل بیلدار در هفته حتما داشته باشیم. خب یه همون نارنجه کوفتیه که پرتون تو دهن انمی. بله بقیه ویدیوهای بیل دارم همونطور که بهتون قول دادم تونتون میذارم توی کامنت ها، دهن منو سرویس کردین بکنین اشکال نداره، ولی خب بالاخره باید وقت کنم رکورد کنم دیگه، وقت میکنم رکورد میکنم براتون میذارم تونتون، اینا رو قول دادم. بازم رسیدیم به آخر ویدیو دیگه و مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه و تا دلود دیگه همه شما رو بارگانهای بزرگ میسپارم. بدرود.